آیا ممکنه عکسی بتونه قانون یک کشور رو تغییر بده؟ چطور یک عکاس میتونه صدای بی صداها باشه و زندگی آدمها رو متحول کنه؟ سرنوشت آدمهای یک کشور، مردم زیر سلطه دیکتاتورها، انسانهای زخم خورده و ناامید و آزرده چطور ممکنه با عکس تغییر کنه؟ سلام، من آزاده هستم و این سومین قسمت از پادکست گوشه هنر با گوشه است که روز اول اسفند 1402 پخش میشه. این قسمت به یکی از مشهورترین عکس‌های قرن 20 و عکاسش اختصاص داره. عکس‌ها و عکاسی که توی جایگاه هنر و هنرمند بر ملت‌ها و دولت‌ها تأثیر می‌گذاشت و شرایط رو تغییر می‌داد. Greatest photographer that Life magazine has ever had. One word, camera. Signed, W. Eugene Smith. W. Eugene Smith has, you know, like, I'm recording my life. Can I ask who's calling? Well, it's Eugene Smith, huh? Yeah, I'm a photographer in New York. تعداد زیادی از این عکس‌ها و تصویرها نشون دهنده یه تلخی و رنج آدم هاست و احتمالاً برای بعضی دیدن این عکس‌ها ناراحت کننده خواهد. توموکو و مادر در حمام. زمستان سال 1971. یکی از تاثیرگذارترین عکس‌های قرن 20. مادری غمگین که فرزند تغییر شکل داده شده‌اش رو توی حمام سنتی ژاپنی در فضای تاریک شستشو میده. دخترش انگار توی این عالم نیست. هوشیار نیست. بدنش شکل بدن انسان نیست. دست‌ها و پاهاش از فرم خارج شده. دنده‌هاش بیرون زده. دختر نابینا و ناشنوا رو به سقف خیره شده و در آغوش مادر در آب گرم دراز کشیده. مادر با حالتی عمیقاً دلسوزانه به چهره دختر خیره شده و برهنه او رو در آغوش گرفته. این عکس رو پیتای عکاسی خبری می دونن. شبیه به مجسمه پیتای میکلانج از مریم که عیسی رو بعد از مصلوب شدن در آغوش گرفته و سوگواره. این عکس با همین خلوص و بیریایی مادر و دختر توی حمام توجه جهان رو به اثرات بیماری مرموزی جلب کرد که دولت ژاپن می‌کوشید اون رو پنهان کنه. بیماری که به حیوان و انسان رحم نمی‌کرد. سیستم اعصاب مرکزی رو از بین می‌برد و بدن رو از شکل می‌انداخت. آدم‌ها رو می‌کشت و طبیعت رو نابود می‌کرد. بیماری که سال‌ها در ژاپن، همین ژاپن پر رمز و راز و عجیب که بسیار محبوب شده، دربارش بحث بود. دادگاه برگزار می شد و شواهد و سندهای محکمی برای اثباتش وجود داشت. اما قدرت کارخونه‌دارا و ثروتمندای بانفوذ از صدای ملت آسیب دیده بیمار بیشتر بود. عکاس این عکس ویلیام یوجین سمیت آمریکایی بعد از ضرب و شتم در اثر کتک‌هایی که از تبهکارای ژاپنی خورد، خونه نشین شد، چشم و دست و سرش آسیب دید و حدود 7 سال بعد از دنیا رفت. در حالی که بارها گفته بود، من به عنوان عکاس سعی می‌کنم صدایی رو که می‌تونم از خودم بلند کنم به کسایی بدم که اصلاً صدایی ندارن. If the people will just realize that the human side of the story and it's the way it's اگه مردم متوجه بخش انسانی داستان عکس‌های من بشن، بدون غفلت از خود مشکل، بدون غفلت از خود فاجعه، من به هدفم رسیدم. یوجین اسمیت عکاس بدقلقی بود. کار کردن باش راحت نبود. سختگیر بود اما سخت کش. زود رنج اما استوار. ساکت، خستگی ناپذیر و البته وسواسی و ایدئالگرا. اگه کسی بهش دستوری میداد، خارج از ایده های خودش خشمگین میشد. اما به شدت پای کار و برنامه‌ای میایستاد که برای خودش تعیین میکرد و اون رو درست میدونست.
برای اخلاقیات و دستورالعمل‌هایی که رسانه‌ها تعیین می‌کردند، تره هم خورد نمی‌کرد. اما تا پای جونش پایبند به اصول انسانی و اخلاقی بود که برای نجات آدم‌ها برای خودش تعریف کرده بود. او عکاسی رو در بهترین حالت صدای خفیف و ضعیفی می‌دونست که می‌تونه آگاهی پخش کنه، مردم رو بیدار کنه و انسانی رو نجات بده. و همیشه خودش رو چنین عکاسی می‌دید. و چقدر سخت بود کار کردن با کسی که در هیچ بند و اصل و امر اداری و سازمانی نمی گنجید. ۲۵ ساله بود. سال 1942 که لایف، یکی از مهمترین مجله‌های آمریکا که روی زندگی مردم تأثیر زیادی می‌گذاشت، او را به جنگ فرستاد. از همون زمان بیش از 3 سال از زندگیش صرف پوشش خبری جنگ شد. سالهایی که اوج درگیری نیروهای آمریکایی و ژاپنی در جنوب اقیانوس آرام بود. از او خواسته بودند عکس‌های حماسی و پرشور بگیره از تفنگدارای دریایی ایالات متحده و اسیران جنگی ژاپنی. اما او اصول خودش رو داشت. کسی که توی جوانی از بورسیه دانشگاه چشم پوشید و کمتر از 1 سال در دانشگاه موند و خوندن عکاسی رو رها کرد، کسی که به مادرش نوشته بود من آدم دانشگاه و آموختن عکاسی پشت میز نیستم، کسی که از 14 سالگی با الهام از مادر عکاسش دوربین به دست گرفته بود و از خشکسالی در مزارع غرب آمریکا تا رویدادهای ورزشی رو عکاسی کرده بود، حالا وسط بمب و نارنجک و تیر و تفنگ و تانک صحنه‌های شگفت‌انگیزی از جنگ رو نشون میداد که کمتر دیده شده بود. از وحشتناک‌ترین تا عادی‌ترین بخش‌های زندگی پشت جبهه جنگ که رفتار دولت و ارتش رو زیر سوال می‌برد. تعداد زیادی از عکس‌های او حذف شد چون قدرت و وجهه نیروهای آمریکایی رو زیر سوال می‌برد و جنگ رو به دادگاه اخلاق می‌برد. او بعدها نوشت عکس‌های من سیاه‌نمایی جنگ نیست، پوشش خبری یک رویداد هم نیست. عکس‌های من کیفرخواست جنگه که علیه جنگ طلبان صادر می‌کنم. عکس‌های کیفرخواست گونه او در جریان حمله به اوکیناوا در آوریل 1945 از مهمترین عکس‌های جنگ در تاریخ شد. مقاله تصویری عجیب او، نبرد سایپن در جزیره سایپن در اقیانوس آرام در حدود 2400 کیلومتری توکیو، نبردی تقریباً 1 ماه بین آمریکا و ژاپن، یکی از مشهورترین هاست. بعضی از عکس‌ها و زیرنویس‌های یوجین اسمیت از این نبرد اونقدر تکان دهنده و تلخ و مایوس کننده بود که مجله لایف اون‌ها رو منتشر نکرد. اما همون تعداد عکس، همون گزیده‌گویی و قلم گزنده او زیر عکس‌ها کار خودش رو کرد. یوجین اسمیت با یکی از معروف‌ترین عکس‌هاش در این مأموریت جامعه آمریکایی رو بهت زده کرد. تصویری از سربازان آمریکایی در حال دست به دست کردن نوزادی چند روزه که در غاری پر از جسد پیدا شده بود. سمیت زیر این عکس نوشت اولین انسان زنده‌ای که آمریکایی‌ها بعد از چند روز جستجو در غارهای این جزیره پیدا کردند. بیشتر سربازان ژاپنی که در غارها کمین کرده یا پنهان شده بودند به خاطر تبلیغات دولت ژاپن در نکوهش اسارت خودشون رو کشته بودند. او یک بار نوشت احساس میکنه ژاپنی ها مثل برادرای خودش در خانواده آمریکایی خودش هستن. میگفت ساده لوحانه امید داشته عکس هاش جنگ رو متوقف کنه. میگفت چیزهایی هست که باید تلاش خودت رو بکنی، حتی با اینکه میدونی موفق نمیشی. گاهی با کارهای کوچیک باید جلو بری. و من دست کم در بین اون حد از خونریزی و شقاوت تونستم جلوی افتتاح یک اردوگاه وحشتناک اسیران ژاپنی رو بگیرم و با عکسام نشون دادم 15,000 انسان فقط به یک منبع آب دسترسی دارن که حتی نمیشه حیوونا رو هم در چنین اردوگاهی نگه داشت. عکسای او باعث تغییر مقام‌های مسئول شد و اردوگاه رو به صورت استاندارد ساختن تا سزاوار یک انسان باشه و او بعدها گفت چنین زمانهایی قدرتی رو که عکس برای تغییر داره بیشتر درک میکنم. اما قدرت جنگ بیش از قدرت دوربین یوجین اسمیت بود. جنگ او رو خانه نشین کرد.
او به اسمیت شگفت‌انگیز در میدان‌های جنگ شهرت داشت، چون همیشه می‌خواست جلوی اولین سرباز در خط مقدم باشه و عکاسی کنه. هدفش صرفاً عکاسی از جنگ نبود، بلکه چیزی در دود و آتش و خون و جراحت می‌دید که به جای نشون دادن وطن پرستی و دفاع از کشور، مفهوم خشونت جنگ و حماقت جنگ خواهان رو می‌رسوند و صدای مردم و فرماندهان ارتش رو در می‌آورد. اما بالاخره اون روز رسید، روزی که گفته بود غافلگیرش نکرده، چون میدونسته بالاخره اتفاق میفته. در حمله به اوکیناوا در آوریل 1945 به شدت زخمی شد. ترکش خونپاره ژاپنی گونه‌اش رو شکافت و وارد دهان شد و سقف دهان یا کام رو از بین برد و نزدیک بود زبانش رو قطع کنه. یک ترکش وارد جمجمه و یکی هم نزدیک ستون مهره‌ها نشست و دست و بازو و پا و سینه هم ترکش بارون شد. عینک روی صورت شکست و عدسی خورد شده توی چشماش فرو رفت. نزدیک به 2 سال مداوا طول کشید. 32 عمل جراحی روی دهان و بینی. و او بعدها گفت در دوران بهبودی اولین چیزی که به ذهنش رسیده این بوده که هنوز میتونه موسیقی بشنوه. موسیقی مهمترین بخش زندگیش بود. با او میگفت وقتی تونسته چشمهاش رو هم باز کنه و آسمان تار رو ببینه، به خودش گفته پس هنوز هم میتونم عکاسی کنم. ماها بعد از دوری از دوربین و عکاسی در بهار سال 1946، پر از درد با زخم‌های عمیق، توی ساعت‌های طولانی که در بستر افتاده بود، بچه‌هاش رو در حال بازی در باغ پشتی خونه تماشا می‌کرد. چند بار اونها رو دید که از بین بوته‌ها عبور می‌کردند و در سبزه‌زارهای اطراف ناپدید می‌شدند. دلتنگ عکاسی بود، اما دستش توان نگه داشتن دوربین رو نداشت و چشمش هم نمی‌دید. ولی بالاخره به خودش فشار آورد، برخاست و با فرزندانش به حیاط پشتی رفت. بچه‌ها به همون مسیر رفتند. از پسر و دخترش خواست دست همدیگر رو بگیرند. چند عکس گرفت و یکی از اونها شد قدم به باغ بهشت یا باغ عدن. عکسی که شروع عکاسی او بود بعد از نزدیک به 2 سال در بستر بودن. بیانیه‌ای پر از امید بعد از جنگ و یأس در آمریکا. 2 کودک که به سمت نور می‌رفتند. یوجین اسمیت گفته بیشتر مردم فکر میکنن باغ عدن یا باغ بهشت مفهوم مذهبیه، اما نام این عکس بیش از هر چیزی برای او در ستایش موسیقی بوده. من در اون لحظه به قطعی از اپرای 1 رومئو جولیت روستایی ساخته فردریک دیلیوس به نام قدم به باغ عدن فکر میکردم. این عکس ادای احترام من هست به موسیقی و زندگی، چون نمایانگر امیده. من انسان امید هستم. من همیشه در پی درمانم. یک بار از او در مصاحبه پرسیدند آیا شما اخلاق‌گرای دوربین به دست هستی؟ و او جواب داد نه، من بدبینی دلسوزم. من نوری رو که از تاریکی بیرون میزنه دوست دارم. او با همه تلخی درونیش، مشکلات شخصی و درگیری‌های زندگی خانوادگی و کاری، با وجود اعتیادش و رفتارهایی که جامعه نمی‌پسندید و با وجود اینکه با کسی سازگار نمی‌شد، سعی می‌کرد از خرابه خیر در بیاره و از تاریکی نور. عمیقاً باور داشت که عکس‌ها می‌تونن زندگی افراد رو تغییر بدن، بر افکار عمومی تأثیر بگذارن و نقش اصلی و مهمی در مسائل انسانی بازی کنند و حتی بر روند تاریخ بشر تأثیر بگذارند. برای همین به خرابه ها می رفت، به دور افتاده ترین شهرها و روستاها و جاده ها، و با هنر و عکاسی کاری می کرد که توجه ملت و دولتی به موضوعی ظاهراً بی اهمیت جلب بشه. من مدام بین روزنامه نگار با وجدانی که فقط ضبط کننده و مفسر حقیقته و هنرمند خلاقی که در تضادی شاعرانه با واقعیت هاست درگیرم. در دسامبر سال 1951 مجله لایف یکی از عجیب‌ترین و بی‌سابقه ترین مقاله های عکاسی خودش رو منتشر کرد. داستان پرستار مامای خستگی ناپذیر کارولینای جنوبی به نام مات کلن در چند صفحه با بیش از 20 عکس از یوجین اسمیت. اینها دریچه‌ای رو گشود که تعداد بیشماری از خواننده های لایف هرگز ندیده بودند.
شاید حتی تصورش رو نمی کردن که زنی با رنگ پوستی که در اون زمان در اوج نژاد پرستی بهش حمله می شد در مناطق روستایی جنوب در منطقه پر از جاده ها و خیابون های دشوار چطور کار می کنه و به عنوان پزشک، متخصص تغذیه، روانشناس، وثیقه یا گروگذار، دوست و سنگ صبور به صدها انسان تنگ دست و فقیر خدمت می کنه. بیمارانی که فقط 2% از اونها سفید پوست بودن و همه در بدترین شرایط سلامت به سر می بردن. مقاله تصویری یوجین سمیت در لایف با زیرنویس‌های کوتاه درباره مسیرهای گلالود و سختی که او باید برای دیدن بیمارانش طی می‌کرد، لبه باتلاق جهنم توصیف شده بود که خونه‌ها در اون با چراغ نفتی روشن می‌شدند و برقی وجود نداشت. شب زنده‌داری‌های این پرستار، دشواری زنان در زایمان‌های خانگی و مشکلات ساده شهری کوچک که با داشتن یه درمونگاه قابل حل بود، آمریکا رو تکون داد. این نخستین بار بود که مجله‌ای به بزرگی و شهرت لایف به زنی می پرداخت، آفریقایی آمریکایی که ندای تازه و متفاوتی رو به گوش مردم می رسوند. کمک‌ها به سمت این شهر در کارولینای جنوبی سرازیر شد. هزاران دلار جمع شد و کلینیکی با تجهیزات ساخته شد. یوجین اسمیت به هدفش رسید. هم عکاسان رو متحیر کرد، هم مردم رو بیدار. عکس‌های یوجین سمیت از این قابل یا ماما پرستار به نوعی همراهی با مقاله تصویری تکان‌دهنده قبلیش بود که 3 سال پیشتر در لایف منتشر شده بود. مقاله تصویری پزشک دهکده یوجین سمیت از دکتر ارنست سریانی در شهر کوچکی در ایالت کلرادوی آمریکا نشون میداد که او چطور هفته‌ها در کنار این پزشک حضور داشته و کار سختش رو به عنوان پزشک عمومی و جراح دنبال کرده و شغل مردی دست‌تنها رو در موقعیت‌های اضطراری برای درمان بیش از 2000 کودک و بزرگسال به تصویر کشیده. انتشار این مقاله تصویری 2 نفر رو به شدت در آمریکا مشهور کرد. پزشک دهکده رو به دلیل کار خستگی ناپذیر و بیوقفه و بیدرنگ و دشوارش و یوجین سمیت رو به دلیل چیرگی و تسلطش بر عکاسی و عکس نگاری با سبک سینمایی و تئاتری تازه‌ای که با نگاه و ترکیب بندی سردبیرانه شخصی خودش در مجله ها باب کرد و مخاطبان رو تکون داد. دکتر ارنست چنان تأثیری گذاشت که در اون سالها پزشکای جوان زیادی در آمریکا تصمیم گرفتن به دهکده ها و شهرهای کوچک برن و در جاهای دور افتاده پزشکی رو تجربه کنن. 2 مقاله تصویری از ماد کلن و دکتر ارنست سریانی در حالی که هزاران کیلومتر از هم فاصله داشتن و با وجود مانع گسترده تری مثل نژاد نشون می دادن که عکاس چطور بین این دو و کارشون همدلی و درک رو به وجود آورده. اونها هر دو شفا دهنده بودند، مهربان و دلسوز که از جان مایه می گذاشتن. اما فقط این 2 شفا دهنده و درمانگر نبودند که مقابل لنز یوجین سمیت آمریکا رو تکون دادند. دکتر آلبرت شوایتسر، پزشک و موسیقیدان آلمانی که زندگیشو در آفریقا در بین قبایل مختلف به تبابت و درمانگری و کمک رسانی گذراند، یکی دیگه از موضوعهای عکاسی یوجین سمیت بود. دکتر شوایتسر فلسفه ورز و الهیاتدان و نویسنده در زمان همگیری جزام و مالاریا و سیاه سرفه در آفریقا از میان شهرت جهانی خودش در زمینه فلسفه و ادبیات و موسیقی و تبابت در آفریقا سخت‌ترین یعنی زندگی در ناکجا آباد رو انتخاب کرد و 2 سال بعد از جمله به دلیل مقاله تصویری تکون دهنده مجله لایف مردم دنیا با او و مشقت‌های کارش در آفریقا آشناتر شدند. عکاس کی بود؟ عکاسی با قاب‌بندی‌های تکون‌دهنده که به جای نشون دادن خود دکتر شوایتسر بیشتر آفریقایی‌ها رو در حال دست و پنجه نرم کردن با فقر و بیماری نشون می‌داد و کفش‌های 30 ساله مردی آلمانی رو به تصویر می‌کشید که از تمام مال و اموال دنیا برای خودش نگه داشته بود. و البته دست‌های چروکیده و صورت خسته و موهای آشفته مردی که به جای نواختن پیانو که در اون مهارت داشت نسخه می نوشت. بیمار درمان می کرد و به قبیله های آفریقایی سر می زد. Help. Help. Help.
اگرچه که او در چاپ عکساش با تکنیک خاص خودش بعضی عکس‌ها رو ویرایش کرد، اما تونست مقاله تصویری عمیق و غیر شعاری از مردی آلمانی در آفریقا منتشر کنه که میگفت هرگز نکوشیده خودش رو از این جماعت رنج کشیده دور نگه داره. دکتر شوایتسر که معتقد بود همه ما باید سهم خودمون رو از بار درد و رنج موجود در این جهان بر دوش بگیریم. اگرچه بسیاری از عکاسای خبری از ویرایش عکس در تاریکخونه خوششون نمیومد، چون هم کار سختی بود، هم زمانبر و هم احتمالاً مفهوم عکس رو تغییر میداد، اما یوجین اسمیت معتقد بود عکس بدون تغییر در تاریکخونه اثر هنری نیست و حقایق روانشناختی رو هم نشون نمیده. اون نگاتیف رو پیشنویس یادداشت عکاس میدونست که هرگز نسخه تکمیل شده کار عکاسی محسوب نمیشه. از دید او باید عکس رو از نگاتیف تراشید. ساعت‌ها کار او در تاریکخونه برای همین بود. با مواد شیمیایی مختلف کنتراست و نور عکس‌ها رو تغییر می‌داد و شبیه تکنیک‌های فتوشاپ امروز روی عکس‌ها در همون زمان چاپ کار می‌کرد. این توانایی منحصر به فرد او بود در ساخت عکس‌هاش که البته روی سلامتش هم تأثیر گذاشت. شب‌ها تا صبح عکس چاپ می‌کرد. مختصری غذا می‌خورد، کمی استراحت، کمی الکل و بعد دوباره تا صبح فردا در تاریکخونه با مواد شیمیایی سرگرم چاپ و لی‌آوت و تغییر نور و تاریکی در عکس‌ها. و همین دستکاری عکس‌هاش درباره دکتر شوایتسر و سختگیریش برای چطور چاپ شدن مقاله تصویریش در لایف باعث دعوای شدید و استعفای او شد. استانداردهای مشتری پسند و سختگیری‌های سردبیرای عکس در مورد تعداد عکس‌ها و چیدمان عکس و متن‌ها و البته تلاش مجله برای پرفروش شدن با کارهای عامه پسند برای او حوصله و نیرویی نگذاشته بود. البته قهر و آشتی او با مجله لایف بارها تکرار شد. یوجین اسمیت با قوانینی متفاوت از قوانین حاکم بر کار و زندگی بقیه کار می‌کرد و همین اون رو خاص و عجیب کرده بود. او مقاله تصویری رو اختراع نکرده بود، اما هم زیبایی شناسی و هم نقش عکاس رو در رابطه با چنین سبک عکاسی متحول کرد. تا زمان اسمیت، مقاله تصویری به معنای داستانی بود که عکاس صرفاً مفسر یا شاهد عینی شه، اما او ایده های بلند پروازانه تری داشت. معتقد بود نه تنها برای مستندسازی بلکه برای تفسیر و قضاوت اخلاقی در مورد موضوعی که ازش عکس میگیره باید خودش حضور داشته باشه. اما یوجین اسمیت در یک محیط تجاری فعالیت میکرد و سردبیرای بخش عکس با بودجه و ضرب العجل‌های کوتاه داستانهایی رو بهش واگذار میکردن. ولی این عکاس تندخو، کله شق، صریح و کارکشته که مثل یه نقاش یا سینماگر عکاسی میکرد برای هر ذره از عکساش با اونها میجنگید. ولی اونها تسلیم ذوق و نبوغ یوجین اسمیت بودن، پس باید بخشای عجیب وجودی او رو هم میپذیرفتند. همونطور که خودش گفته بود، هنرمند باید به شکل بی‌رحمانه‌ای خودخواه باشه. یوجین اسمیت به بقیه عکاسا نشون داد چطور باید از موسیقیدان‌ها و سینماگرا عکاسی کرد، چطور باید چیزی رو از وجود هنرمندا در عکس‌ها بیرون کشید که خودشون هم متعجب بشن. وقتی به عنوان عکاس مجله لایف در دهه 50 میلادی از فرانک سیناترا، ماریان اندرسون، لئونارد برنستاین و ده‌ها رهبر ارکستر و نوازنده و خواننده اپرا در استودیوهای موسیقی آمریکا عکاسی می‌کرد، فقط از اونها به قصد عکاسی از اهالی موسیقی عکس نمی‌گرفت. او بخشی از لحظات آرام اونها رو هم ثبت کرده که به خودی خود بخش مهمی از فرایند خلاقیت هستند. لحظاتی از خستگی آشکار این آدم‌ها، امید و ناامیدیشون یا رضایت و نارضایتیشون از نواختن و ساختن و خوندن. برای همین میگفت هدفش در عکاسی مثل بقیه هنرها ایجاد حسی عمیقه، ایجاد همدلی. من هرگز هیچ عکس خوب یا بدی نگرفتم مگر اینکه اون آشفتگی عاطفی رو در نظر بگیرم. عکاسی از پشت صحنه فیلم لایم لایت، روشنایی های صحنه چارلی چاپلین، کمی قبل از پایان چند دهه فعالیت سینماییش در سال 1951 به یوجین اسمیت سپرده شد. عکس ها قوقایی به پا کرد. 5 هفته زندگی و عکاسی در لس آنجلس در کنار چارلی چاپلین در لحظه های آرام،
در روزگاری که او دیگه در اوج نبود. بازیگر و کارگردانی با شایعه‌های فراوان، رابطه‌های مختلف، ازدواج‌های متعدد و فیلم‌هایی که بعد از دوران صامت دیگه کمتر بهشون توجه می‌شد. عکس‌ها نشون دادن چاپلین چه مرد تنهاییه. کمی افسرده، خسته و در تلاش برای شاد به نظر رسیدن و نیرو داشتن برای پایان یکی از شخصی‌ترین فیلم‌هاش که در حقیقت سرگذشت خودش بود. در حال کارگردانی، بازی، اجرا و پشت صحنه با بقیه بازیگران مثل باستر کیتون یا خانواده خودش. استعدادش در چگونه دیدن آدم‌ها و حالتش در درک و همدردی با انسان‌ها در هر رنگ و شکل و عقیده، عملگراییش و بی‌وقف کار کردنش او رو به افسانه‌ای در رشته کاری خودش تبدیل کرد. و از نوجوانی عاشق هواپیماهای کوچک بود. در شهر ویچیتا در ایالت کانزاس آمریکا، مرکز تولید هواپیما و صنعت هواپیماسازی آمریکا که به پایتخت هوایی جهان معروف بود، عجیب نبود که پسرکی عاشق طراحی هواپیماهای کوچک بشه تا در دل آسمان در هواپیما با خودش خلوت کنه. اما او از همون نوجوانی چیزی پیدا کرد که بیشتر از هواپیما پروازش میداد. دوربینی که همراه با وسواس‌ها و سختگیری‌هاش او رو به یکی از بنیانگذاران مقاله تصویری با دیدگاهی انسان‌گرایانه در دهه 40 و 50 میلادی در آمریکا معروف کرد. اما اون نقص‌هایی هم داشت. آدم کار گروهی نبود. ساعت کار براش معنی نداشت. زیاد مشروب می‌نوشید. زود از کوره در می‌رفت. بی نهایت صریح و رک بود، و در مقابل سردبیرها و رئیس‌ها و کسایی که می‌خواستن بهش دستور بدن که چه بکنه یا از چی عکس بگیره یا چطور داستانش رو روایت کنه، به شدت مقاومت می‌کرد. در واقع لجبازی می‌کرد و کار خودش رو می‌کرد، ولی اونها رو در برابر هنر و استعداد و تسلطش خلع سلاح می‌کرد. اعتقادی به بی‌طرفی در عکاسی خبری نداشت. خودش رو کنشگری می‌دونست که باید با عکس‌هاش کمکی بکنه، قدمی برداره و کاری بکنه، نه اینکه خودش رو درگیر مقررات رسانه‌ها کنه تا شاهد عینی یا بی‌طرف بمونه. از دید او عکاسی خبری چیزی جز رویکرد شخصی نبود. عکس او با زاویه باز از سربازان منفور فرانکو، دیکتاتور اسپانیا، در سال 1951 بخشی از مقاله تصویری عجیب لایف در مورد دهکده اسپانیایی دلیتوسا یکی از امضاهای اسمیت هست درباره قدرت پوشالی حکومت‌های خودکامه. او روستای بی نهایت باستانی و فقیر رو به تصویر کشیده در مرز اسپانیا و پرتغال که مردمش در ابتدایی ترین شرایط ممکن زندگی می کنن. آب و برق، راه آهن، وسیله نقلیه و هیچ پدیده‌ای که نشون بده نسیمی از دنیای مدرن به اهالی اون رسیده در این روستا وجود نداره. در عوض سربازای فرانکو همه جا هستن، مبادا شعاری، حرفی، اعتراضی یا نقدی علیه رهبر خودکامه اسپانیا حتی در این روستای دورافتاده فقرزده شکل بگیره. یوجین اسمیت در تصویری سه سرباز رو نشون میده با کلاهای عجیب و صورت‌های آفتاب سوخته. سربازا رو به سمت غروب خورشید نگه داشته و از مترجمش خواسته به اونها بگه به خورشید نگاه کنین، چون این نور شما رو قوی و قدرتمند نشون میده. ولی در حقیقت از اونها مردای کوچیک بی قدرتی ساخته با چشمهای تنگ شده، قیافه‌های خنده‌دار و غیر قابل اعتماد. یوجین اسمیت اون شب بعد از گرفتن این عکس به مادرش نوشت: امروز بعد از ظهر در کوچه‌ای در روستای اسپانیایی در مدفوع اسب خمیده بودم و سعی می‌کردم کیفرخواست انتقام جویانم رو در مقابل ظلم تنظیم کنم. و این کیفرخواست در مقاله تصویریش به نام دهکده اسپانیایی در مجله لایف به مدت بیش از 6 دهه به عنوان تاثیرگذارترین عکسی شناخته شده که تا به حال از زندگی روزمره در روستاهای اسپانیا تهیه شده. اون هم در دوران حکومت دیکتاتوری که به کسی اجازه نشون دادن تصویری جز قدرت و برتری نمیداد. مجموعه عکس او روستایی رو به عنوان نمونه‌ای به دنیا شناسوند از اون چه میشه دید از سلطه حکومت‌های دیکتاتوری ترسناک و وحشت‌زا و زندان‌های پر از منتقد و کشتار مخالفان. برای همین بود که سردبیرا میگفتن میتونه با یه عکس بگه در دنیا چه خبره. او خودش رو در قلب تصویری که میدید و میساخت غرق میکرد و میخواست آدمها رو هم با خودش غرق کنه. یوجین اسمیت پیش از شروع پروژه عکاسی از شهر پیتسبورگ در یادداشتی برای خودش نوشته: انتظار دیدن یک تور گردشگری نقطه به نقطه رو نداشته باش. این کار رو تجربه یک بازدید کننده به شدت کنجکاو در نظر بگیر.
اما همین تجربه کنجکاوانه آخرین همکاری او با رسانه ها بود. قرار بود به مناسبت سالگرد 200 سالگی شهر پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیای آمریکا کتابی خاص و تبلیغاتی پر از عکس های دیدنی از رشد روزافزون شهر منتشر بشه. یوجین در دهه 30 زندگی از مجله لایف بیرون اومده بود با قهر و دلخوری به دلیل صفحه بندی بازارپسندی که دلخواهش نبود و حالا داشت با آژانس عکس مگنوم کار میکرد. عکاسی آزاد بود و برای این پروژه انتخاب شده بود تا در فاصله زمانی 3 هفته‌ای 100 تا عکس تحویل بده. مادرش رو تازه از دست داده بود، غرق در بدهی، الکل و درگیر با همسر و ازدواج چند سالش و رابطه پرشایعه خارج از ازدواج. با گردبادی از اندوه، انتقام، ناامیدی و آرمانگرایی درنده‌ای به شهر فولادین پیتسبورگ هجوم برد. پروژه کوتاهی که قرار بود با 100 عکس جمع بشه، اما برای اسمیت به 5 ماه زندگی در پیتسبورگ و 13,000 عکس و 2,000 حلقه نگاتیو و 18 ماه وقت برای چاپ عکس ها ختم شد که با روش چاپ ویژه خودش در تاریکخونه بخش قابل توجهی از اونها غیر قابل استفاده بود. پروژه به دعوا و مشاجره کشیده شد و فهموندن اینکه او عکاسی نیست که از قشنگی های ساختگی شهر عکس سفارشی بگیره تا دل مردم رو به امیدهای بزک شده و زندگی پررنگ و لعاب غیر معمول گرم کنه. او رو با مقاله های تصویری تکون دهندش میشناختن، مردی که با دوربینش نقطه عطف در عکاسی معاصر بود. صداقت و مهارت بی‌نقصش احترامی رو به همراه داشت که با احتیاط همراه بود و حالا هزاران عکس از کلان شهر صنعتی پر جنب و جوش داشت، کارخانه های فولاد، مردم مشغول به کار، چشمنداز های دودالود، کارگران، کافه ها، اداره ها و بالای شهری که میخواست در برابر پایین شهر پر رنگ به نظر برسه. جامع ترین وقایع تصویری که تا اون روز از یک شهر آمریکایی در حال مدرن شدن ساخته شده بود. او طور دیگه شهر رو دیده بود. خیلی دیرتر از زمان تعیین شده پروژه رو تحویل میداد و باعث قهر دوباره یوجین با رسانه ها شد. سمیت نام پروژه رو دریم استریت یا خیابان رویا گذاشت که کاملا در تضاد با بقیه تصاویر نمادین این مجموعه بود. واهی پنهان که لحظه هایی از زندگی شهری دهه 50 رو نشون میداد. مانند بسیاری دیگه از نمادهای دوران گذشته، خیابان رویا یا رویایی واقعیتی ناپدید شده بود که به مرور زمان به شهری بی رویا تبدیل میشد. همونطور که خودش به عنوان عکاس در توضیح نوشت، یکی از آزادی‌های کامل حق انسان برای رویا پردازیه. هیچ حکومتی با هیچ ماهیتی، هیچ استبداد و هیچ شرایطی نمیتونه این حق رو از بین ببره. یوجین اسمیت 38 ساله با تمام شهرت و تجربه در سال 1957 خانواده، 4 فرزند، همسر، خونه بزرگ زیباش، کار و مجله‌های مختلف رو زیر بار بدهی رها کرد و به اتاقک کوچیک در منهتن نیویورک کوچ کرد. او مرد زندگی خانوادگی نبود، آدم ساعت اداری نبود. در محله عمده فروش‌های گل و گیاه در طبقه 4 ساختمانی 5 طبقه بار خودش رو زمین گذاشت، جایی که به پاتوق نوازنده های جز برجسته و مهم اون سالها تبدیل شده بود. ساختمان در منطقه تجاری بود و کسی اجازه سکونت نداشت، اما مهمترین نوازنده های جز آمریکا هر شب تا صبح در اون میزدن و با بیخوابی، بی‌نظمی، بی‌برنامگی، بی‌غذایی و زندگی عادی نداشتن خیلی راحت بودن، مثل خود یوجین اسمیت. برای اونها فقط تمرین و بداهه نوازی و اجرا و خود موسیقی مهم بود و ساختن آهنگای جدید در کنار هم. خواننده‌ها و نوازنده‌های قدری مثل مانک، زود سیمز و هال اورتون مدام تمرین داشتن تا سالوادور دالی نقاش توی نشست‌ها و نواختن‌ها و معاشرت‌های خودمونی حضور داشت. یوجین اسمیت تو این ساختمان تاریک فقط زندگی نمی کرد. در اتاقک کوچیکش سیستم صوتی رو انداخته بود و به اتاق زیر شیروانی وصل کرده بود. بالای سر او تمرین ها ضبط می شد. صداها، گفتگوها، سلام علیکا، آمد و رفتا، همه ضبط می شد. و او با دوربینش که مثل یه هفتیر کوچیک توی دست داشت، همه جا مثل روح حضور داشت.
بین نوازنده ها، موقع استراحت، موقع ساختن آهنگ، موقع خستگی ها یا شادی ها. همه جا بدون دیده شدن سایه‌وار حضور داشت و عکس می گرفت و ضبط می کرد و ثبت می کرد. اینطور شد که توی اون ساختمان نمور دوره ای از تاریخ، یک دهه عجیب پر از حضور آدم های بزرگ تاریخ موسیقی و ادبیات با مستندسازی های عکاسی که همه دوستش داشتن ثبت شد. بیش از 40,000 عکس و نزدیک به 5,000 ساعت صدا از خود موسیقی تا گفتگوهای شخصیت هایی که از اونجا گذشتن. در واقع آثاری چند رسانه‌ای که در دوره‌ای که اصلاً این نوع کارها به وجود نیومده بود به دست یوجین اسمیت ساخته می شد. اما او فقط در داخل ساختمون خودش رو مسئول ثبت و ضبط نمی دید. این عکاس که دیگه کمتر بیرون می رفت، پول چندانی نداشت و در اتاق انباری مانند کوچکی به سر می برد که به سوراخ موش مشهور بود، اتاقی که داشت شدت سنگینی عکس و نگاتیو و فیلم و صفحه موسیقی متلاشی می شد، ساعت‌های زیادی از شبانه روز رو پشت پنجره طبقه چهارم در قلب منطقه گلفروشی منهتن می گذروند. رو به خیابون اصلی، دوربین‌های آماده با لنزها و سرعت‌های تنظیم شده متفاوت پشت پنجره و از همون بالا عکاسی و عکاسی. عکس‌های او از مغازه‌های روبرو، رفت آمدها، حمل و نقل‌ها، آبرا، خرید و فروش‌ها و زندگی معمولی آدم‌ها از پشت پنجره اتاقش برش دیگه‌ای از تاریخ آمریکاست. هم تاریخ، هم تکنیک. ساختمون معروف به جاز لافت بود که او بار سفرش رو به ژاپن بست. نه برای رفتن به کشوری پر از شگفتی، که برای یک کار دیگه. ماهی‌های مرده روی آب و توی ساحل، فاضلاب در آب، گربه‌های فلج شده که خودشون رو به دریا مینداختن و پولی که کارخونه به مردم میداد تا سکوت کنن. اینها تصویرهای تازه دوربین او بود. وقتی کسی توی خانواده بیمار میشه، آدم بهترین غذاها رو براش فراهم میکنه. ژاپنی‌ها در میناماتا برای اونهایی که به بیماری عجیب مبتلا میشدن بیشترین ماهی و صدف رو تهیه میکردن. اما بیمار روز به روز بدتر میشد. اونا نمیدونستن که مسمومترین و بدترین غذای ممکن رو به بیمارشون میدن. آبزیان غرق در جیوه. در دهه 50 میلادی بیماری عجیبی در ژاپن به شکل اپیدمی شناخته شد که با اختلال در راه رفتن، نامشخص شدن گفتار و حرف زدن فرد، فریادهای کنترل نشده، به هم خوردن تعادل و ناشنوایی آغاز می‌شد و به تغییر فرم بدن و اختلال‌های مختلف عصبی، بیهوشی و بعد هم مرگ منجر می‌شد. کسی که به این بیماری دچار می‌شد تا مدت‌ها از دید مردم منطقه بیماری واگیرداری گرفته بود، پس تردش میکردن و خانواده با شرم و در انزوا باید به مراقبت از بیمارش میپرداخت. وقتی این بیماری به اوج رسید، زمزمهایی شنیده شد مبنی بر اینکه کارخانه چیسو در جزیره میناماتا ژاپن خالق این بیماریه. کارخانه‌ای که سمهای صنعتی رو به آب دریا میریخت و زنجیره غذایی آبزیان رو آلوده میکرد و به غذای انسان هم وارد شده بود. اما وقتی مردم به این موضوع پی بردند، باید با دوگانگی تازه‌ای مبارزه میکردند. منطقه فقیر بود و شغل اصلی مردم ماهیگیری بود و بیشتر مردم محلی در کارخانه چیسو کار میکردن و به اون به عنوان منبع کسب درآمد خودشون وفادار بودن، پس مدافع سیاست‌هاش هم بودن. لازم بود که مردم با سند و مدرک بپذیرن جنین در رحم زنان چطور با آلودگی جیوه به این بیماری مبتلا میشه و چطور زندگی تک تکشون در خطره و هر روز به تعداد بیماران مبتلا به بیماری مشهور به میناماتا افسوده میشه. تعداد معترضان بسیار کم بود و زور کارخونه ها زیاد. با این شعار که با کارگرا باید مثل اسب و گاو رفتار کنیم. مردم حتی نمیتونستن از صاحبای کارخونه ها غرامت بگیرن تا از پس هزینه های سنگین درمان بر بیان. و اینجا بود که یوجین اسمیت با دوربین شرایط رو فراهم کرد. او با همسر دومش آیلین آشنا شده بود، زنی ژاپنی آمریکایی که به عکاسی علاقمند بود. آیلین و یوجین به جزیره آرام میناماتا رفتند تا 3 ماه اونجا زندگی کنند و بیمارا رو از نزدیک ببینن، غافل از اینکه سفر اونها به 3 سال زندگی در میناماتا تبدیل میشه. جین، I never had that impression of
you know, he's this abrasive American and he just doesn't understand Japanese culture. It was never there. It was never there. اسمیت در این مدت با وجود نوشیدن مکرر هر روز دوربین به دست از رابطه آدم ها با دریا عکاسی میکرد. تلاش میکرد با مردم محلی ارتباط برقرار کنه. مدت ها طول کشید تا مردم بهش اعتماد کردن و قبول کردن که قصدش عکاسی از بیمارایی هست که بیماریشون طبیعی نیست. کاری از دست کارخونه دارا بر نیومد. کتک خورد، وسایلش ناپدید شد و بارها تهدید شد. اما آروم آروم مردم قبولش کردن. او تونست از خصوصی ترین شرایط بیماران میناماتا عکاسی کنه. نوجوانان بیماری که نمیتونستن بدون کمک پدر و مادر حتی لباس بپوشن. زنا و مردایی که قادر نبودن به تنهایی بنشینن یا قدم از قدم بردارن. و اون روز خاص رسید. تک عکس تکون دهندش رو از میناماتا گرفت که مهر خودش رو بر اون داشت. مادر و پدر توموکو پذیرفتن که یوجین اسمیت برای آگاهی مردم ژاپن و شاید هم جهان از فرزندشون در حمام خونه عکس بگیره. یک فضای کاملا سیاه و تاریک با نوری کمسو بر چهره مادر و بدن کودک. مادری که در پذیرفته ترین حالت ممکن فرزندش رو در آب نگه داشته. میناماتا خود این عکس شد. توموکو نمایانگر بیماری مخوفی بود با بدنی که شباهت به بدن انسان نداشت. دیگه لازم نبود کسی درباره پساب آلوده‌ای توضیح بده که کارخونه یواشکی با دور زدن قانون به دریا می‌ریزه. اینکه این آلودگی و بی‌توجهی به زیست بوم در چرخه هولناک به خود انسان برمیگرده و جنین رو در رحم به این روز میندازه یا کودک و بزرگسالی رو ناگهان درگیر می‌کنه، دیگه نیازی به توضیح نداشت. نیازی به مقاله علمی و ثابت کردن آلودگی محیط زیست هم نبود. این عکس مظهر بیماری بود که مسئولان اون رو لاغ‌پوشونی می‌کردند و مردم با پوست و گوشت درگیرش شده بودند. مسئولانی که مال این شهر نبودند با کت و شلوار پشت میزهای کارخونه می‌نشستند، از این جزیره غذا و آب نمی‌خوردند و شب به شهر خودشون برمیگشتند در حالی که لوله‌های پسماند کارخونه‌شون جیوه و غلاینده‌های سمی رو به زندگی مردم محلی و دریا می‌ریخت. عکس توموکو و مادر در حمام در عصر سرد زمستانی در سال 1971 گرفته شد و چند وقت بعد در مجله لایف در آمریکا منتشر شد. It was very quiet and it was the gentle sounds of water and the clicking of the camera, the shutter. And then he says, I think I got it. The vision that he has, that he can see what needs to be the key images and the iconic images. That is just, of course, very uniquely Gene. دنیا از دیدن این تصویر متحیر شد. عکس او دیگه صدای خفیف و ضعیفی نبود، بلکه به بانگ عظیم و سنگینی تبدیل شده بود که کارخونه چیسو رو به دادگاه کشوند. اولین عکسی که هشداری ترسناک در دنیا بود، درباره آلودگی و نابودی محیط زیست. فشار سازمان ملل و سازمان‌های بهداشتی بر دولت ژاپن شروع شد و وجود بیماری میناماتا به رسمیت شناخته شد. نتیجه به دادگاه بردن پرونده بود. رأی مهم قاضی پرونده پرداخت غرامت بیش از 83 میلیون دلار به بیماران برای هزینه‌های درمان و البته پیدا کردن راه حل علمی برای پساب‌های سمی کارخانه‌ها و محیط زیستی که تا آن روز کسی اصلا توجهی بهش نداشت. که با همین وضعیت به دنیا اومده بود 6 سال بعد در 21 سالگی درگذشت. یوجین اسمیت و آیلین همسرش این عکس رو در ادامه پروژه میناماتا و کتابی به همین نام منتشر کردند که با داستان تکان دهنده در جهان ترجمه شد. نمایشگاه‌های مختلف میناماتا در ژاپن و بقیه کشورها برگزار شد و این بیماری بیشتر شناخته شد. این کار یوجین اسمیت فقط نتیجه رضایت بخش نداشت.
او از طرف سرمایه‌دارها به شدت تهدید می‌شد. تا پای مرگ کتک خورد و ضربه‌های سنگین به سر و چشم او را از پا در آورد و مدت‌ها خانه نشینش کرد. اما او مثل بوکسوری که دستکشاش را آویزون می‌کنه و کنار می‌نشینه، بعد از این پروژه نشست و از دیدن نتیجه عکس‌هاش لذت برد. آدم‌ها با عکس‌های او چنان همدلی کردند، چنان پشت هم ایستادند، چنان دست به دست هم دادند که قانون یک کشور رو تغییر دادند و جلوی بیمار شدن بقیه هموطنانشون رو گرفتند. کاری که او همیشه شیفتش بود، ولی شعاری به نظر می رسید. انقلاب‌های کوچک با عکس، نجات انسان‌ها با تصویر، کمک به بشر و مقابله با شر با عکاسی. عکس‌های او بار دیگه صدایی رو بلند کرد که این بار ژاپن رو لرزاند. همون کاری که در جنگ کرده بود، در دهکده‌ای در اسپانیا، در روستا و شهر حاشیه‌ای در آمریکا یا در واحه‌ای در آفریقا. همونطور که معتقد بود صدای خفیف عکاسی میتونه به بانگ مهیب آگاهی رسانی تبدیل بشه. When I first came to photography at 14, whatever kind of a dream I had about that, I think was as much of a dream of the excitement of it. And then I learned so much what photography could be, and it was so much more than I ever dreamed it could be. بهار سال 1977، یوجین اسمیت نشسته روی صندلی چرخدار در خیابان 23 نیویورک بارگیری کامیونی رو تماشا میکنه که چند جوان داوطلب بار میزنند. کامیون مخصوص اساس‌کشی آرام آرام پر میشه از هزاران قطع عکس و نگاتیو، ده ها جعبه پر از دوربین های کوچک و بزرگ، دستگاه های ضبط صدا، نوارهای ویدیویی و کاست و صفحه های گرامافون، بیش از 8000 جلد کتاب و البته ده‌ها دفترچه یادداشت با دستخط یوجین اسمیت، از مأموریت‌ها تا کارهای شخصی یا یادداشت‌های روزانه. تمام زندگی این عکاس پر جنب و جوش که جایی بند نمی‌شد، با این کامیون به مرکز عکاسی خلاق دانشگاه آریزونا در توسان فرستاده میشه تا در اختیار عکاسا و جوان‌ها و علاقمندان به عکاسی و البته تاریخ مصور آمریکا قرار بگیره. او از 3 سال پیش ژاپن رو ترک کرده. حال خوشی نداره. بعد از ضربه های شدید به سر و چشم دیگه نمیتونه عکاسی کنه و به گروه هنر و روزنامه‌نگاری دانشگاه آریزونا پیوسته. ایده تأثیر و تغییر آدم ها حتی تا بعد از سکته مغزی با او بود. در اواخر زندگی توان حرکت زیادی نداشت و بالاخره سال 1978 بعد از دومین سکته مغزی از دنیا رفت و خاکسترش در قبرستان هاید پارک نیویورک به خاک سپرده شد. اما پس از مرگش هم راهش ادامه داشت. با جایزه یادبود یوجین اسمیت که عکاسی انسانگرا رو ترویج میکنه و به بهترین عکس‌های خبری انسانمدارانه جایزه میده. همون روشی که در طول زمان کاریش نشون داده بود و براش فرقی نمیکرد که از چی عکس بگیره. از چیزهایی که بی‌ارزش‌ترین و کوچکترین ها به نظر میرسیدند تا بزرگترین ها و معروفترین ها. از آدم‌های کوچه و بازار، بچه ها در حال بازی تا برنده صلح نوبل، از کوکلس کلان ها که پشتیبان ایده برتری نژاد سفید و نابودی سیاه پوستا بودن تا بیمارای بستری شده در بیمارستان روانی در هایتی، از روستایی فقر زده زیر سلطه پوشالی دیکتاتوری اسپانیا تا شهری فلاکت زده در آمریکا، از سیاهی جنگ تا روشنایی زندگی، از بیماری تا سلامت، از موسیقی تا سینما. از هر چه عکس می گرفت صدایی داشت، صدایی که از یک نفر بر می خواست و آرام آرام موج می شد و بقیه جامعه رو در بر می گرفت. او عکاسی رو انتخاب کرده بود تا حتی اگه شده یک انسان رو تغییر بده. همونطور که معتقد بود خلق زیباترین، قدرتمندترین و مهمترین اثر هنری برای عکاسی از بین رویدادهای روزانه ممکنه. او رویدادهای روزانه رو به مهمترین اثر هنری و تغییر اجتماعی و فردی تبدیل می‌کرد. So here, I'm giving you my lifetime. Anything that may tickle your curiosity,
challenges you, you wonder, well, what else is behind that? Well, I hope that you take it from there. برای همین بود که به او میگفتند اخلاق‌گرای دوربین به دست، ولی او به خودش میگفت بدبینی دلسوز که میخواد با هر عکس تغییر ایجاد کنه و آگاهی پخش کنه و دوربینش صدای کسایی باشه که صدایی ندارن. تا پایان قسمت سوم پادکست گوشه، هنر با گوشه، با ما همراه بودید. لطفاً ما رو همه جا با لوگوی ساده آبی رنگ گوشه GOOSHE بدون هیچ پیشفندی دنبال کنید تا یک هنر و یک هنرمند دیگه اول فروردین 1403 نوروز در پیش رو.